حضور تمام بیندگان گرامی در سراسر کره خاکی از صمیم قلب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستم در هر جای کره زمین زندگی میکنین، طاعاتتان و صیامتان و تراویحتان و ختم قرآن از مشانی که خدا به شما توفیق نصیب فرموده به بارگاه پروردگار عالم مقبول باد. همانند همیشه با مناجات های حضرت خواجه عبدالله انصاری برنامه کنونی را می آغازیم. الهی تو را آن کس بیند که تو را در ازل دید که دو گیتی او را ناپدید، و تو را او دید که نادیده پسندید. الهی به هزاران آب بشستی تا آشنا کردی با دوستی، با هزاران آب بشستی تا آشنا کردی با دوستی، و یک شستنی ماند آن که مرا از من بشویی تا از پس خود برخیزم و تو مانی. اللهم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب. اللهم نقيني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد ببركة هذا الشهر رمضان الكريم، آمين يا رب العالمين. در جريان ماه مبارك رمضان، ماه نزول القرآن عظيم الشان، ماه خيرات وبركات، ماه رسیدن فیوزات و روحانیت و معنویت بر تمام اتقیای امت اسلامی قرار داریم. خوب است که از نظر حضرت مولانا یک کمی مکس سر رمضان کنیم، بعد بریم به طرف تفسیر سوره مبارکه ابراهیم. حضرت مولانا می فرماید که روزه رزق معنوی انسان را زیاد می سازه. باش در روزه شکیبا و مصر، باش در روزه شکیبا و مصر، دم بدم قوت خدا را منتظر. کان خدای خوبکار بردبار هدیه ها را میدهد در انتظار. وقتی که روزه میگیری، یک اصل روزه صبر است. منتظر باش تا از طرف خداوند غذای روحی، غذای عشق، غذای تقوا، غذای پاکی نفس و پاکی دل و نور برد برسه. چرا خداوندی که بر است و نیکوکار است و حلیم است، همیشه هدیه های خود را، مکافات های خود را و ثواب ها را بعد از اینکه انسان صبر کرد، ان الله لمع الصابرین، بعد از او خداوند هدیه ها بخشش ها را برای صابرین عطا می فرماید. و در قسمت پیغام روزه میگه اصلا ایست که روزه گوید کرد تقوا از حلال، در حرامش دان که نبود اتصال. مؤمن و مسلمانی که در روزه از حلال پرهیزگاری کرد به ساعت معین روز، پس چنین مردان و زنان و مسلمانان و مؤمنانی که صائمین و صائمات هستند، یقین داشته باش که هرگز به حرام اتصال پیدا نمی کنن. جو یا گرسنگی اختیاری یا گرسنگی عارفانه باعث شکوفایی باطن می شود. حضرت مولانا می فرماید که این دهان بستی دهان باز شد، که خورنده لقمه های راز شد. گرز شیر دیو تن را بابوری، در فتام او بس نعمت خوری. مولانا میگه که این دهان ظاهریت، دهانی که به جسدت غذا می رسنه، به امر خداوند بسته کردی. دهن دیگه که دهن هستی ایمان و توحید یا دهن روحانیتت است، او باز میشه. ایره که غذای مادی را قطع کردی، غذاهای نوری و راز در سینه‌ت، در قلبت میرسه. و تن خدا از شیر شیطان، این از وساوس شیطان، از تصرف شیطان که اگر جدا کردی، مثل که طفل از مادر وقتی کلان میشن از شیر جدا میکنن، وقتی که طفل از مادر جدا میکنن از پستان و از شیرش،
خیال طفل میشه که من دیگه هلاک شدم، من از جدا کردن. در حالی که چیز بهتر از شیر مادر که غذاهای دیگه است، میوه‌جات دیگه است، لبنیات است، لحمیات دیگه است، از او استفاده میکنه. پس فتام یعنی جدا کردن خود از شیر خواهشات نفس اماره بیسو و شیطان. مولانا میگه از این غذاهای نامرئی نفس که خود جدا کنی و از غذاهای مرئی نفس در وقت ماه مبارک رمضان، در حقیقت تو مثل که طفل نفس خود از زیر تسلط شیطان جدا میکنی و نفس نارامی و رنجش میکنه مثل طفل کشیر. ولی به این رنجشش خوش باش، به خاطر از این که بر از ایمان هایی نیست که تو هلاک میشی، بلکه نعمت های برتر از اون چیزی که عادت داره برات میرسه. راستی ما شما و میشه چیزی که درد و رنجاور باشه بد میگیم اونطور نیست، چرا که هفته گذشته مثال عرض کردم حضور عزیزا که طفلک ها رو که وقتی میبرن برای واکسین کردن، یعنی پیچکاری در وجودشان فرو میبره، با وجود از مادر و پدر خوشحال است و هرچی فریاد میکشه در دردش خوشحال است، برای از اینکه میگه ای به قایم میشه. یا بعضی دوستای ما شما که میرن تمرین میکنن برای بادی بلدری، جمناستیک میکنن، وزنای زیاد، تمام عضلات وجودشان درد میکنه. وقتی که درد میکنه دو درد خود خوش است، میگی معناش است که از عضلای در کار افتاده و این دردش چند روزه است و دوباره تکامل میکنه. به می شکل دردهایی که در وقت پیروی طاعت خداوند میشه و سر نفس فشار میه، این دردها سازنده هست. این دردها به قول حضرت مولانا گرز شیر دیو تن را وابوری، در فتام و بس نعمت خوری. بعد از حضرت مولانا هم در رمضان و غیر رمضان نصیحت میکنه برای کسانی که سلک عرفانی در مکتب اسلام داره. زین خورش ها اندک اندک باز بر، که این غذای خر بود نه آن هر. میگه زی پرخوری هایی که میدید عادت کرده و از اثر زی پرخوری ها هزارا مریضی دیگه برد پیدا میشه، اندک اندک کوشش کو که خدا جدا کده بری. چرا این غذا عین غذای خر، این غذای نفس است. مثل که ایوانات کاو علف میخوره تنشان فربی میشه، یه معینه موقع برای فربیهی تن است، نه برای فربیهی رو. برای انسانایی که آزاد شدن از قید نفس، از قید شهوت، از قید تن، این غذای از اونا نیست. این فقط به مو اندازه که صدر رمق شد. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمود که شما غذا میخورین، سه لقمه پیش از اینکه کاملا معدهتان فول شوه استاد کنین. این حالت گرسنگی ده. برای از اینکه آل طب ثابت کرده که 20 دقیقه بعد این سیستم معده احوال به مغز میده که آل فول شدم. اینا رو ما 20 دقیقه دیگر هم سر زیاد میخوریم، اونجاست که در دماغ وقت خبر میرسه که بیخی از اون امپیر فول هم بالا رفته و تکلیف های زیاد میرسه. پس حضرت مولانا میگه وقتی فهمیدی که این دهن بسته کردی، دهن روحانیت و معنویت و نور باز میشه، پس کوشش کن که کم خور و به قول حضرت حافظ کم خور و کم خواب و کم گفتار باش. به قول حضرت اقبال صاحب گردنده به گرد خویش همچه پرکار باش. این خود را متوجه باش که کی بودی، از کجا خدا آوردت، چی رقم انسان بودی و در طول زمان از تو چی جور شد. بالاخره انسان صحیح و سالم بودی، در هم سلامت ماندی و با بیراها و کجراها رفتی، و بعد در این مسیری که هستی آخر کجا میری. همیشه محور خود اصلاحی و خودشناسی محور کار عارف مسلمان است. زین خورش ها اندک اندک باز بر، که این غذای خر بود نه آن هر. تا غذای اصل را قابل شوی، لقمه های نور را عاقل شوی. اصل غذایی که انسان ضرورت داره و روحانیتش است و غذای نوری است که از او باید روحش فر بشه. اگه پرخوری ها را کم کنی، تو به اصل غذای اصلی که وجود تو بر مبنای از او بقا داره، بر مبنای جسم ما بقا نداره، به مجردی که روح میبره جسم دیگه ارزش خود دست میده. جسم اهل هنود به آتش میسوزانه، اهل کتاب ما مسلمان ها تکفین و تجهیز میکنیم، میبرنش به خاک میسپاریم. پس معلوم شد که اصل بنیادی که ما به حیات هستیم روح ماست. میگی سر از این نفس یک کمی که فشار را زیاد کن و غذای پرخوری و اسراف خودان فرموده کول و شرب و لا تسرفو، بخورین و بنوشین اسراف نکنین، تا به اون غذای اصلی که اصل وجودت ساخته شده، غذای نوری، لقمه های نور را بتانی
نوشجان کنی، یعنی از طاعات مقید به شرط و بی قید و شرط اسلام، نماز، روزه، زکات، حج و ذکر و تفکر یک نورانیت در قلبت پیدا شود. تن چوبا برگ است، روز و شب از آن شاخ جان در برگریز است و خزان. تا وقت میگه تنت فربه هست، یعنی بر تنت غذای اسرافی میرسانی، حتی خصوصا خدا نخواست اگر رمضان نمیگیری، تا وقتی که جسم یا نفس و تن فربه است، درخت روحت خزان است، برگ نداره، ثمر نداره، برگریزان میباشه. برگ تن بی برگی جان است زود، این بباید کاستن آن را فزود. می وقتی که فهمیدی که اگر دو اصل در وجودت است، اگر نفس فربه کردی، روحت خزان میشه، درختش پژمرده میشه، برگریز میشه. و اگر روح را چی کردی، نفس ضعیف میشه، یعنی از حالت اماره بیسویی و اینا میبره. پس می کوشش کن که تن یا نفس خود بی برگ بسازی، باید از این بکاهی یک ذره، معنویت در خود تقویه کنی. که این ماهی مبارک اینمی درس عملی را برای ما مسلمان ها داده و میده. ما میشه میگیم اخلاص داشته باشین در دین. اخلاص، اخلاص چی رو میگه؟ تعریف اخلاص در ماه مبارک رمضان عملی ثابت میشه، که یعنی خدا فرموده که شما در این ماه روزه بگیرین از فجر تا مغرب. پس اینجاست که اخلاص یه ثابت میشه، کسی شما را نمیبینه، ولی شما به خاطر نظر داشت حضور خداوند و محبت خداوند و وفاداری به عهدی که با او کردین که تو را میپرستیم و خواست و کمک میخواییم، خودم منم میکنین. این اخلاص است، بدون از اینکه کدام FBI یا KGB یا دستامان سابق یا دیگر دستگاه به کامران نصب کنه که تو واقعا روزه گرفتی یا نگرفتی. بدون از او، انسان وقتی که خودش خدا به خاطر نظر داشت حضور خداوند کنترل کرد، اونو مؤمن کامل است و مخلص است. الله جل از ما تو میفرمه که اخلاص وقتی است که شما وقتی در کشتی نشستین، چه کشتی بحری باشه چه کشتی هوایی که تیار است، با مجرد که امواج بحر می و فکر میکنین که 99% که کشتی طرف غرق شدن است، یا تیاره در حالت غیر منظم باشه و واقعا سقوطش 100% باشه، وقت میبینی که هندو و مسلمان و یهود و نصارا همه چیز فراموش میکنن، همه چیزی را که از همه را دم یک نقطه وصل میشه آفریدگارش، اونو نقطه نقطه اخلاص است. در اونو خدای حقیقی، اونمو خداست که وقتی سرت فشار می، همه چیز ناامید میشه، یک مرجع امید میمانه. اونو رو اخلاص میگه. او اخلاص باید در نه تنها در حالت فشار، بلکه در حالت نرمال هم یک ملکی باطنی و اخلاقی یک مسلمان و مؤمن باشه. وقتی ما مسلمان ها از روزه تنها گرسنگی نگیریم، نعمت اخلاصه که چگونه در ماه رمضان کوشش میکنم چشم خدا، گوش خدا، زبان خدا، شکم خدا، از تمام چیزایی که خدا منع کرده نگاه کنم. پس امو خداوند بعد از رمضانم خدای بینا و شنوا هست، و ما من ایس مسلمان اجازه نداریم که اونایی که نفس اماره سرشان حاکم شده غیر مسلمان هستن یا ایتیست هستن، یا اونها روحانیت دیشان ضرب صفر مطلق شده و نفس اماره بیسو شده و روح به طرف، ما حق نداریم که کارهایی را که اونا میکنن انجام بدیم. رضی که وظیفه یک مؤمن ایست که یا الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ای کسانی که شما ایمان آوردین بپرهیزین، حیا کنین از حضور پروردگار کوره دوست دارین و بهش مشرف میشین و دیدارش میخواین. شایسته یک مؤمن مخلص که است، و این ماه مبارک رمضان کمک میکنه عام و خاص امت اسلام را که با خود مبارزه کنن. و در این وقتی که جنجال در اون پیدا میشه، نفس قال مقال میکنه که چرا نخوری و چرا نپوشی و چرا ایتو نکنی، و شیطان هم اونمون مقبولترین عبادت است، حتما بت نفس یک اذیت برش میرشه که قال مقال میکنه. این نفس اماره را حتما جلو یک شیشه گرفتی که عکس العمل نشان میده. و رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایه که طاعتی که سر نفس زیاد فشار و ثقلت وارد کنه، او قوی ترین و عالی ترین طاعت است که نفس از او شاکی شوه. و ماه مبارک رمضان از اون جمله طاعات است که ما را به خداوند تبارک تعالی نزدیک میسازه. به این هفته قدر کفایت میکنه، به امیدواری ازی که این مطالب برازی گفته شد که با احتساب، یعنی با اندیشه فهم، که ما به جهاد اکبر آلمان خود داخل کردیم
و از عکسالعمل نفس شیطان و از عکسالعمل شیاطین جنیمیزی هم حراسه نداریم. بانکرچی میگن اونا از حالت معنویت آگاهی ندارن، رویشان حیوانیست، همه زندگی را خورد و نوش فکر میکنن، از بود معنویت محروم ماندن. پروردگار اون دوست انسانها را هم به نور توحید خود رهنمایی بفرمه. بیایم در قسمت سوره مبارکه حضرت ابراهیم، که گرچه داستان حضرت ابراهیم رسم در سوره های مختلف از آغاز خود مبارزی حضرت ابراهیم السلام در جستجوی خداوند که بود، در جستجوی خدا چیانه او، اما در این سوره ابراهیم نامده. تنها در این بخشی که آیت 25 سوره مبارکه ابراهیم یک یادآوری از حضرت ابراهیم میفرماید خداوند کریم و ایره در مقابل مشرکین مکه. به یک ذره میریم دوباره به ترجمه و تفسیر اجمالی تا در این ماه نزول قرآن میشن از ثواب تلاوت قرآن کریم ما شما بهره مند شیم و علما بهره بگیریم که این کتاب برای چی آمده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، پناه میبرم به خداوند جلت از متو از شر شیطان رانده شده. آغاز میکنم به نام خداوند یا آفریدگار بی اندازه مهربان و نهایت بارحم. و اذ قال ابراهیم، و چون گفت ابراهیم، رب جعل هذا البلد آمنا، ای پروردگار من بگردان این شهر را، این شهر مکی مکرمه را، جای امن، و جنوبنی و دور دار مرا، و بنیه و فرزندان مرا، ان نعبد الاصنام، از آن که عبادت کنیم بتان را. مفسرین می فرماید که رؤسای قریش که ناسپاسی و کفران آنها در فوق آیه مبارکه علم تر الى الذین بدلوا نعمت الله کفرا بیان شده بود، یعنی خداوند کریم برای مشرکین مکه گفت که آیا ندیدید بسوی آنان که بدل کردن نعمت خدا را به ناسپاسی و احل و فرود آوردن قومهم قوم خود را، دار البوار به سرای تباهی و هلاکت. مراد از اینها سرداران کفار و مشرکان است، خاصه رؤسای قریشی که زمام عرب را تانگا در دست ایشان بود، زمام عرب تانگا در دست ایشان بود، یعنی خدا چسان بر ایشان احسان فرمود، حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم را به هدایت آنها مبعوث گردانید، قرآن را فرود آورد، مجاور خانه و حرم خیش گردانید، ریاست عرب را در آنها برقرار ساخت. آنها در بدل این همه احسان و انعام به ناسپاسی و او کمر بستن، سخنانش را دروغ انگاشتن، تا آخر با پیغمبری وی جنگیدن، عاقبت با قوم خود در گودال بدبختی و تباهی افتادن که او عبارت از جهنم بود یسلونها. در مقابل زو مفسر کرام می فرماید که قصه ابراهیم یاد میشه، تذکره میشه، یاد میشه و بر پندگیری و بر تنبیه گفته میشه که چون شما فرزندان او می باشید و به مجاورت کعبه الله و حرم شریف مشرفید و ابراهیم علیه السلام کعبه را بر توحید خالص بنیاد نهاده بود، نه به خاطر بت پرستی، به امن دعای وی حضرت باری جلت عظمتو شهر مکه را آبادان گردانید و در این ریگستان پر از سنگ نعمتهای ظاهری و باطنی را فراهم آورد. ابراهیم علیه السلام به این عدیه و وصایا جهان را پدرود گفت تا فرزندان وی به شرک نگرایند. اکنون باید شما بسنجید و حیا کنید که تا چه اندازه به احترام وصایای وی پرداخته و از دعای وی حصه اندوخته و بر احسانات الهی شکر نموده اید. بله، حضرت ابراهیم علیه السلام ای وقتی بوده که شهر کعبه شریف آباد شده و در آخر عمر، به قول مفسر ابن کثیر رحمت الله علیه که این دعا در وقت آخر، دعای آغازین حضرت ابراهیم اسماعیل ای بود در آیه 127 سوره بقره، و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل، و بیاد دارید انگامی که ابراهیم و اسماعیل پایه های خانه کعبه را بالا می بردن، ربنا تقبل منا، و می گفتن پروردگار از ما بپذیر، انک انت السمیع العلیم، همانا که توی شنوای دانا، ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امه مسلمه لک، پروردگارا ما را فرمان بردار خودت قرار ده
و از فرزندانمان امت فرمانبردار خود پدید آور و ارنا مناسکنا و تب علینا و طرز عبادتمان را به ما نشان ده و توبه ما را بپذیر انک انت التواب الرحیم به درستی که تو توبه پذیر مهربانی. این دعای آغازینی که وقت خانه کعبه را تعمیر می کردن در وقت او دعا بود. بعد که خانه تعمیر شد و در ایام آخر عمر خود که خانه به شهر تقریبا تبدیل شد، مردم جمع شده بودن، این دعای بعدی است. و در همونجا هم حضرت ابراهیم و اسماعیل دعا کرد در سه میلاد فرخنده با سعادت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. ربنا ای پروردگارا وابعث فیهم رسولا منهم، در میان آنها پیامبر از خودشان برانگیز، یتلو علیهم آیاتک، تا آیات تو را بر آنان بخواند، و یعلمهم الکتاب والحکمت و یزکیهم، و آنها را کتاب و حکمت بیاموزد و آنان را پاکیزه کند. منظور قرآن و حکمت، آیت و حدیث، اعمال صالحی مقید بشرت و بخیر شرط فقط پاکی است. پاکی در قلب، پاکی در نفس، پاکی در گفتار، پاکی در کردار، پاکی در اخلاق، پاکی در تمام معاملات. هدف اساسی دین پاکی است. قد افلح من زکاها، به تحقیق رستگار میشه کسی که پاکی حاصل کنه، از تمام پیروی اوامر خدا پاکی در نفسش بیه. نفس ما را بیسو امر کنده به بدی، نفس لوامه شوه، انسانی شوه، از کاری که ناروا میکنه خدا ملامت کنه. بعد این نفس مطمئنه شوه اصلا به نوع بشر و مسلمان ها بناحق ضرر و اذیتی وارد نکنه و اونا مؤمن شوه که مردم از اونا احساس امن کنه، نه احساس شرارت. انك انت العزيز الحكيم، همانا که تو پیروزمند و حکیمی. ای دعای آغازین بود. ملت عرب بعد از تای هزاران سال بعد از رحلت حضرت ابراهیم و اسماعیل به بحران هویت، یعنی هویت خود فراموش کردن. او پدرشان که پیامبری بود، که آبای پیامبرا، پدر پیامبرا بود و ملت توحید را بنیاد گذاری کرد با واسطه خانه کعبه و اساس پر او را فراموش کردند. در سیر زمان از توحید رفتن به طرف شرک، از آیین خالص ابراهیمی رفتن با آیین‌های بودیستی و مزخرفات پرستی و شیطان پرستی. پس رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد اینا را دوباره خود آگاهی داد که خود بشناسین در سیر زمان شما از اصلتان دور افتادین، شما اولاد ابراهیم و اسماعیل هستین و این خانه بر مبنای بت پرستی بنیاد گذاشته نشده بود. به این منوال اجزا ما یک کلیپ را تهیه کردیم که شما یک تصویر پیش شما باشه. لازم دیدیم که ببینید، ما تهیه نکردیم دیگه ارگانیزیشن ها، که در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، در زمان مبارکش که اونا اونجا زندگی میکردن، مکه مکرمه چی رقم معلوم بشد؟ خانه های ابو جهل و ابو لهب در کجا بود؟ خانه حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق کجا بود؟ نظر به کتب سیرت این انیمیشن جور شده. جالب است که ما ببینیم، منظور ما از این کلیپی است که شما این رو ببینین، بعد باز ما بقی آیات بر اساس رو تفسیر میکنیم. توجه کنیم به کلیپ. السلام علیکم. We begin with Allah's name, the most gracious, the most merciful. May Allah's blessings and peace be upon His beloved Prophet, alayhi salatu wassalam. For centuries now, Muslims have been researching and studying the Prophet's biography without a proper visual aid. And by this I mean something that shows the topography, i.e. the features and layout of the city as it was during that age. Now, after nearly a decade of working on the Prophet's biography, alayhi salatu wassalam, I am honored to present to you Mecca at the dawn of Islam. I pray that it becomes of great benefit to educators and researchers, both Muslims and non-Muslims, interested in this time period. Mecca at the dawn of Islam is the Mecca where the Blessed Prophet Muhammad alayhi salatu wassalam grew up. It is the Mecca where the first revelations of the Quran were revealed. The holy city's borders are beyond just the town around the Kaaba
but rather also holds within them Mount Arafat, Mount Hira, and Mount Thor. For a decade, the early Muslims were oppressed, persecuted, tortured, and boycotted for nothing more except their faith, for testifying that there is no God except Allah and the Prophet Muhammad as his messenger. To the east of the city, we see the location of Mount Arafat, with Ghar Thor, or Cave Thor, to its west, just north of the city. And to the east and northeast, we see where Mina is, and above it, the Cave of Hira. The Kaaba covers, called the Kiswa, at the time were various high-quality fabrics of different colors draped over its walls. The Zemzem well, water, is raised here for illustration, but is usually far lower and deeper in the well. They also had constructed two basins, which they filled with water, next to the well. The one closest to the Kaaba was used for drinking, and the one furthest from the Kaaba, next to the well, was used for washing. The southern half of Mecca had the homes of the two most prominent companions of the Prophet Muhammad والسلام, Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anh, the first of the rightly guided caliphs, whom even prior to Islam was the Prophet's closest companion. To his west, at the base of Mount Umar, was the home of al-Khattab, where the great Umar ibn al-Khattab radiallahu anh, the second of the rightly guided caliphs, was born and raised. Moving north towards the heart of Mecca, we have the two Ajyad valleys to our east and the Kaaba centered in the valley of Bekka. To the west of the Kaaba, we have Dar al-Nadwa, which was their house of Congress, where all major decisions were made in a meeting that would include all the top noblemen of Quraysh. To the south of the Kaaba, we see the home of Hana radiallahu anha, which was where the Prophet Muhammad والسلام, was awakened and taken on the miraculous journey of Al-Isra and Mi'raj. To her east are the homes of Abdullah ibn Jal'an, where the Fudul Pact had taken place when the Prophet Muhammad was 15 years old. And further into the Ajyad Wadi, we see the home of Uqba ibn Abi Mu'ayt, one of the Prophet's severest enemies. Further to his east is the home of Abi Al-As and his wife, Zainab radiallahu anha, the daughter of the Prophet Muhammad والسلام. In the opposite valley to their north is the home of the wickedly evil Abu Jahl. Slightly to their north, we see the famous house of Al-Arqam radiallahu anha, at the base of the Safa hill, which served as the Muslims' secret university where they can learn Islam and the Quran without being tortured.
To the north of the Kaaba, in the Zamzam well, we see the famous Beni Shaiba gate, which is the northern main gate into the Kaaba area. Moving further north, we see the Beni Hashim Valley appear to the right. But before that, we have the second and more famous home of Al-Abbas radiallahu anh, which lay on the path between the Safa and Marwa, and currently its location is to the right of those going from the Safa to the Marwa when performing sa'i at the first green light where men start to jog or run. Further north, we see the location of Khadija radiallahu anha, wife of the Prophet Muhammad alayhi salatu wasalam, in a prominent neighborhood. In the same block, at the base of the Marwa hill and facing the path, we see the home of Abu Sufyan radiallahu anh. Just north of him and also at the Marwa hill, we see the home of the oppressive and corrupt Utbah bin Rabi'ah, one of the worst neighbors one could imagine. And the closest to the home of Khadija was the house of Ma'tib bin Abi Lahab, who, unlike his evil father, eventually did embrace Islam. Then to their east, at the entrance to the Beni Hashim Valley, we see the house of Abdullah, the Prophet's father, and where he, sallallahu alayhi wasallam, was born. Further into the mouth of the valley, we see the home of his protective uncle, Abu Talib, and at the base of the mountain is the home of his evil uncle, Abu Lahab. Moving further north, we approach the entrance to the Beni Amr Valley, and at the base of the mountain, just south of its entrance, lay the properties of Al-As bin Sa'id, father of Sa'id ibn Al-As radiallahu anhu. Leaving the Beni Amr Valley to our east and facing directly north, we see what I call the Red District, which is an area where adultery tents with red flags on them were located, and generally a rather sinful place. Then, to the east, we have the Sheep Market, just outside the mouth of the Beni Amr Valley. And in the distance ahead is the graveyard, and it is in this graveyard, near the base of the mountain, where Khadija radiallahu anha was buried. بیندگان گرامی شما این میشن زمان حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم را که به اساس کتب سیرت زحمت کشیده شده و دقیق یعنی یک تصویری که چگونه بود او وقت شهر مکه و در کجا موقعیت داشت کوچه ها چی شکل بود و اونو خالیگاهی که در گرداگرد مکه شریف دیده بود این کلش پر از بت‌های قبائل بود هم داخل مکه مکرمه کعبه شریف هم بیرونش او رقم سفیدی که در دیگه انیمیشن ها نشان میده که بت های هر قبیله در اونجا بوده که 360 بت بود رسول الله صلی الله علیه وسلم در چنان محیطه و در چنان حالته که خانه ای که حضرت ابراهیم علیه السلام برای توحید و یکتا پرستی بنا کرده بود و دعا کرد که خدای ما و اولاد ما را بت پرستی نگاه کنین در طول زمان نسل های حضرت ابراهیم علیه السلام از نسل اسماعیل علیه السلام یا کلشان تغییر مسیر دادن تغییر جهت دادن از توحید خالص رفتن به شرک و می خاطر است که خداوند تبارک تعالی می فرماید در آغاز سوره ابراهیم که الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید این کتاب بعد از حروف مقطعات الف لام را که فرو فرستادیمان را به سوی تو ای حبیب ما تا ای مشرکین مکر از شرک بت پرستی از شرک دوری از اصل خود که ملت ابیکم ابراهیم حنیفا بر مبنای یکتا پرستی و توحید بود از او بیرون بکشد از او تاریکی ها دوباره برشان هویتشان را برشان معرفی کنی خود بشناسن خود دوباره پیدا کنن که اینا اولادی کسی هستن که اونا بنیانگذار کعبه مکرمه و خانه توحید بود برای پرستش خدای واحد یگانه
و اونم به اذن پروردگارشان به طرف خداوند غالبی ستوده شده. بعد از اینکه رسول الله صلی الله علیه و آله دعوت خود شروع میکنه، در چنین شهر میفرمایه که یاد کن بر ازی مشرکین مکه که اینا فراموش کردن نصایح و وصایای پدر خود ابراهیم و اسماعیل ده. و جالب است که این وصیت های حضرت ابراهیم و اسماعیل نه تنها برای اسماعیل علیه السلام بود، بلکه خداوند کریم در سوره 132 در آیه 132 سوره بقره میفرماید و وصا بها ابراهیم و بنیه، به می آیین تسلیمی وصیت کرد ابراهیم علیه السلام اولاد خود را و یعقوب اولاد خود کی، یعنی حضرت اسماعیل و اسحاق و اولاد اسحاق حضرت یعقوب علیه السلام که اسرائیل میگن، یا بنیه ای فرزندان من ان الله اصطفى لكم الدين، خداوند بر شما برگزیده دین را، یعنی معنویت را، ایمان را، قوت روحانی را، قوت استی توحید را، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، ای فرزندای ما، همونطوری که مولانا میفرماید هر کسی را بهر کار ساختن مهر او در دلش انداختن، بعضی را مهر و محبت آهنگری در دلش انداختن، نسل به نسل پدر پدر آهنگر هستن، بعضی را قصابی اون نسل به نسل، بعضی را مثلا نجاری نسل. اینجا حضرت ابراهیم بر اولاد خود میگه خداوند به ما شما فضل لطف کرده، به شما به ما شما دین را، معنویت را اصل داده، سلک ما را، شخصیت ما را به طرف معنویت و خداپرستی و تقوا و پرهیزگاری انتخاب کرده. پس اوشتان باشه که بعد از فوت ما بر حضرت اسماعیل و اسحاق و یعقوب میگه که نمرین مگر مسلمان. و عین وصیت حضرت ابراهیم علیه السلام را یعقوب علیه السلام که نواسه ابراهیم علیه السلام فرزند حضرت اسحاق علیه السلام میشه، برای فرزندای خود میفرمایه ام کنتم شهدا اذا حضر یعقوب، آیا شما حاضر بودین وقتی که یعقوب علیه السلام جان میداد یا دالت نزه بود یا مرگ برش، یعقوب الموت حاضر شد موت برش، اذ قال لبنی، در آخرین باری که یعقوب علیه السلام از جهان میرفت، ام اسرائیل، نام عبرانیش اسرائیل است، عربی یعقوب، اذ قال لبنی، فرمود برای فرزندان خود ما تعبدون من بعدی، شما بعد از ما چی رو میپرستین؟ فرزنداشان معهد مؤمن و مسلمان بودن، قالو گفتن نعبد الهک، میپرستیم خدایی را که تو میپرستیدی، یعنی آفریدگار یگانه هستی، و اله آبائک، و خداوند پدران تو را، ابراهیم که پدر تو کی بود، یعنی پدر کلانشان ابراهیم علیه السلام، و اسماعیل، اسماعیل فرزند کلان ابراهیم علیه السلام بود و اسحاق بعد از او تولد شد، به خاطر در عرف وقت برادر کلانم جای پدر را داشت، اسماعیل و اسحاق، که اسحاق پدر یعقوب علیه السلام است، یعنی خود فرزندای یعقوب علیه السلام بر یعقوب علیه السلام اطمینان دادن که ما اونمو خدایی که خود تو ابراهیم و اسماعیل اسحاق الهم واحده، که خدای یک و یگان است، دوتایی در ذاتشو نیست، شرک وجود نداره، و نحن له مسلمون، اما با او تسلیم هستیم مثل که حضرت ابراهیم هستم تسلیم بود. یعنی این تصدیق هم فرزندای حضرت اسحاق که یعقوب است و اهل کتاب که یهود و نصارا، هم اونا این وصیت پذیرفتن و اعتراف کردن که ما ای رها نمیکنیم، و هم فرزندای اسماعیل علیه السلام. ولی اینا بعضشان بعد از در طول سیر زمان اینی وصیت ها فراموششان شد، و قرآن به می نازل شد که در اونو شهر مکه که همه در مزخرفات بود پرستی گرد آمده بودن و جهالت های زنده کردن دخترها به گور او بود و دیگر نکاح بر با مادرانشان بود بعد از فوت پدرانشان، اینا رو کلشه که خلاف ملت ابراهیمی بودی رو دوباره با تصحیح می شد، و همون دعای حضرت ابراهیم علیه السلام پذیرفته شد که خدا در بینشان یک پیغمبر از جنس خودشان بفرست تا آیتای تو را برشان، آیتای توحید تو را بخونه و احکام تو را برشان بگه و دو به اینا پاکی حاصل شود، پاکی از شرک، پاکی از جهالت، پاکی از حیوانیت، دوباره اصل خود پیدا کنن. به این منظور است که وقتی که شهر آباد شد، رب اجعل هذا البلد آمنا، ای پروردگار من بگردان این شهر را جای امن، مثل که کعبه را جای امن ساختی که هر کسی دو داخل میشه احساس امن و روحانیت و معنویت و پاکی میکنه، نه تنها همین شهری که در اینجا مردم ایرم امن بساز، و جنوبنی و دور دار مرا و بنیه و فرزندان مرا، که او فرزندانش کدام، هم فرزندانی که از نسل اسحاق بودن، فرزندانی که از نسل اسماعیل بود، ولی چنین دعا در مکه شریف شده، پس اکثرا برای فرزندان اسماعیل بود،
ان نعبد الاسنام، که تا نگاه کنیم آن که نپرستند بتهاره. مفسر کرام چه خوب میفرماید، یعنی مکه را حرم امن گردان، چون که خداوند جلو گردانیدش. مرا و فرزندان مرا همیشه از بتپرستی دور دار. غالبا در اینجا مراد از اولاد، اولاد سلبی است، زیرا بیماری شرک اولاد سلبی و ای را فرا نگرفته بود. و اگر مراد از اولاد عامه ذریت باشد، پس توان گفت که دعای وی در باره بعضی مورد اجابت واقع نشده. حضرت ابراهیم علیه السلام با وصف آن که معصوم بود، پیغمبرا معصوم می باشند، نخست در باره خود دعا کرد. یعنی اینقدر شکسته هستند، اینقدر حلیم هستند که خدای مرا نگاه کن. زیرا ادب دعاست که انسان اول به خود دعا کند، باز به دیگران. و در چنین ادعیه که حضرات انبیاء علیهم السلام منقول می باشد، اشارت است به این که عصمت آنها نیز پدید آورده خودشان نبوده، اما پاکی را که دارند و از سرچشمه فضل خداوند است. خدا بهشان توفیق داده، اینا غرور نمی کنند. امروز ما شما یک دو آیت حفظ میکنیم نمیکنیم، یک جا دستربندی میشیم نمیشیم، ایقا خود معهد میتراشیم، ایقا خود مطمئن میتراشیم که دیگر کل گیره نعوذ بالله تکفیرش از حضرت ابراهیم یاد بگیریم. با وجودی که خانه کعبه را به دستای مبارک خود تاسیس کرد، با وجودی که دعایش قبول شد، با وجودی که در آتش معجزه‌اش نشان داده شد که نسوختند، با وجودی که حضرت اسماعیل قربانی میکرد قربانی نشد به اون شکل، کرامت ها و ایجاز، ولی بازم اینقدر شکست نفس بود که میگه وجنوب نی مرد دور نگاه کرد بود پرستی. از اصلاح نفس خیشتن هیچ و غافل نبود. ما میگیم نه نه ملا و پیر اینا خو اینا معاف از اینا خلاص هستن، در حالی که همه جایز الخطا هستیم. نفس شیطان همیشه ما شما داریم و هیچ کدام ما دوای پیغمبری نداریم و دوای ولایت هم چندان نداریم. پس که نداریم معمون و معصوم نیستیم. همیشه اللهم اغفر لی ولی والدیه، خدای بیامرز مرا و والدین مرا. اینجاست که حضرت مفسر کرام چه خوب اشاره کرده که با وجود کنا میفهمیدن معصوم هستن، ولی معصومیت خودم از خود نمیدانستن، از فضل حضرت حق میدانستن. اشارت است به این که عصمت آنها نیز پدید آورده خودشان نبوده، موقوف به حفظ و صیانت الهی میباشد. بنابران با بارگاهی که زامن و کفیل عصمتشان است همیشه التجا میبردن. حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمت الله علیه گوید ابراهیم علیه السلام این دعاها را پس از تعمیر کعبه مکرمه نموده. دعایی که در اختتام پاره اول در سوره بقره ذکر شده، البته هنگام بنیاد کعبه به معیت حضرت اسماعیل علیه السلام نموده است. این دعا را پس از روزگار دراز هنگام پیری کرده است. در بین دعا فرق است. دعای اول که خدا این عمل ما را قبول کن و این خانه را بر ما مناسک عبادت، این دعا در آخر عمر که خدا دیگه علی مرکز بنیاد توحید تاسیس شده، مردم مؤمن شده، اینا را همیشه مؤمن و موحد نگاه دار. ولی ابو جهل و ابو لهب و در طول تاریخ بعضی از عربا که رفتن به شام از بت‌ها را با خود آوردن در حوالی کعبه، بعد از اوستا تعداد بت‌ها زیاد شد و بدعت بت پرستی در اولاد اسماعیل علیه السلام جاری شد که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به این مبعوث شد که دوباره به اینا خودشناسی و خود آگاهی بده که خود پیدا کنن اینا کی هستن و اینا از کدام سلاله آمدن و وظیفه از اونا چی بود و به اونا خداوند توحید و عقیده و معنویت را انتخاب کرده و اینا قوم باشن که بر مردم پیشوای تقوا و توحید باید باشن. رب انهن اضللن کثیرا من الناس، دعای حضرت ابراهیم علیه السلام است. ای پروردگار من، این بتان گمراه کردن بسیاری را از مردمان. این حضرت ابراهیم سلامت من در مصر رفته بود، در دیگه جا سفر کرده بود، در شام، در عراق بت پرستی ها در وقت نمرود بود. خدا این بت ها وسیله شده که مردم از صراط مستقیم تو محروم بانن، از شناخت حقیقی تو که تو بیچون استی، صمد استی، لم یلد و لم یولد استی، احد استی، ولم از تو محروم بانن. و خدای باران یکی باشه و خدای برف دیگه باشه و خدای بچه دادن دیگه باشه و دختر دادن دیگه باشه، زلزله دیگه باشه، از آفتاب دیگه. اینی بت هاست که صد شده در مقابل علم معرفت و علم توحید. اینا هستن که گمراه میکنن. از این خاطر است که دین مقدس اسلام شروع میشه به نام خداوند بیاندازه مهربان و بارحم. او خداوند حمد میشه که رب العالمین است. او خداوند توصیف میشه که بیاندازه مهربان و نهایت بارحم است. و مو خداوند حاکم و پادشاه روز جزاست. و نمو خداوند خاص باید امت اسلام بپرست. یکی به محور کعبه میچرخن، پرستش کعبه هدف نیست. فلیعبد رب هذا البيت، پرستیدن رب بیت است.
و پروردگار عظیم شان میگه که ربک و همی که بسیار آیت تفکر آمده چرا مشرکین به حد به کعبه پرستی و به بت پرستی که اصلا از آسمان و زمین از مشاهده قدرت خدا محروم بودن. مخاطر خدا همیشه بر اعراب جاهلی که در او مکان قرار داشت آسمان نگاه کنین، آفریدگار آسمان کعبه خود بت نیست که شما بپرستین، یک خانه است به خاطر پرستش خدا. و خدا میگه هر چیزی که به نام من میشه، مثلا قربانی میگه می گوسفند به نام خدا، به نام خدا شد دیگه، خانم که ساخته شد به نام خدا، که این شخصی که از مالی جایست که برای پرستش خدا واحد یگانه شود. پس حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی که شهر آباد شد این دعا و التجا را کرد که خدا اولادی مرا دیگه میره این مکتب توحید را، این بنیاد توحید را برای این بنیاد نگذاشتم که فقط در وقتی که من هستم و چند نسل من این تا یوم القیامه ادامه پیدا کنه، مردم موحد باشن، مقرب تو باشن و به بهشت تو و دیدار تو مشرف شون، نه که در شیطان پرستی و در خرافات غرق باشن و در وای عذابهای دنیوی و اخروی گرفتار شون. فمن تبعنی فانه منی، پروردگارا من خو اساس کار را بر ازیا گذاشتم، اگه کسی از ما پیروی کرد، یعنی از توحید ما، از یک تا پرستی که برشان تعلیم دادم، از اینکه جهل و خرافات در دین را نتن، او پیروان ما گفته میشه، اونا موحدین هستن، اونا پیروان ملت ابراهیم خلیل هستن. و من عصانی، و هر کسی که نافرمانی کرد، یعنی توحید را رها کرد، یا با وجودی که موحد بود شرکای خفی اشراق نکرد، فانک غفور رحیم، هر آینه پس هر آینه تو آمرزنده مهربانی. تفسیر هر که برای توحید خالص روان شد و گفتار مرا پذیرفت در جماعت من شامل است. هر که قول مرا قبول نکرد و از طریق من کنار گرفت، تو میتونی از بخشایش مهربانی خیش او را به توبه توفیق دهی، آنجا که لطف تو باشد و ایمان میارد و خیشتن را شایسته رحمت خاص که لطف تو باشد، خب شایسته رحمت خاص و نجات ابدی گردانیده میتواند. یا مقصد این است که تو قدرت داری به حالت موجوده نیز او را ببخشایی. در اینجا مفسرین کرام یک تبصره کرده که آیا در ایسی کسانی که در شرک باشد دعا اجازه است یا نی، و چطور حضرت ابراهیم علیه السلام امید کرده که اگر اون نافرمانی مرم بکنن تو غفور رحیم استی. از طرف آیت مترجمین میگه اگرچه خداوند کریم به مغفرت کفار در حال کفرشان قدرت دارد، یعنی قادر است، اما نظر به وعید ان الله لا یغفر ان یشرک به، مغفرت کفار به وقوع نمی آید به خاطر از قدرت داره ولی سنتش نیست. ای بود دعای حضرت ابراهیم. و از آن فهمیدین که رسول الله صلی الله علیه و آله در چنان جای برای مردم مکه ابلاغ ملت پدرشان ابراهیم کرد، چیزی ناورد که اینا باید حالا اخراج کنن رسول الله صلی الله علیه و آله، حالا همه گیر جن بگیره و همه گیر بکشن یکی دیگره. شما ببینید به بحران زمانت یک چیزی است، سیر زمان. حضرت اولاد حضرت ابراهیم را از شرک، از توحید به شرک آورد، ولی سیر زمان باز امی خالد بن ولید از صحابه کشی که در سرلشکر کفار بود از او رضی الله عنه می سازه. سیر زمان، آدم در سیر زمان باید انسان موجود در حالت شدن. و نمو مشرکین مکه اکثر پس مؤمنین و مسلمان هاشن تا امروز. سیر زمان بسیار بازی ها داره. و ای که خداوند کریم می فرمایه که ان الشیطان کان للانسان عدو مبینا، شیطان دشمن آسکار انسان. شیطان انسان از توحید به طرف شرک میره، انسان از صداقت به طرف دروغ میره، از اخلاص به طرف ریا میره، از حلال به طرف حرام میره، از اتفاق به طرف نفاق میره، از عدالت به طرف ظلم میره. این چیزایی که ما امروز همه شکایت داریم در جهان بشریت از خانواده گرفته یا کلش، وقتی که انسان ها تابع نفس و شیطان شد، او راه فطرت و صراط مستقیم میره به مزبله ها تبدیل میشه و به خوزنده کشور ما دیگه. که حال بیخی آدم میگه چه میگه امر بالمعروف نکنیم نه منکر گفته بره، به خاطر که بگو آفرین دیگه، یعنی تو دوزده برین یکی دیگر، یعنی تو کشته برین یکی دیگر، خوب نتیجه خوب داره، یعنی تو یکی دیگر تخریب کرده برین، یعنی تو یکی دیگر ضعیف کرده برین، به دامن استعمار دیگه بندازین. این ریورس سایکولوژی میگه یکان دفعه آدم به ممنونیت نمیفهمه، تشویقش کو که متوجه شوه که تو چی میکنی، این کارهایی که آفرین بیت المال دوزی کرده برین که تا دوزای بیمرلی دیگه هم به باس شما و حاکم شما شوه. اولاد تا نه علم و دانش درس نتین، صنعت و تمدن درس نتین که همیشه بره بیادر خدا بکش از او طریق پول پیدا کنه. بکنین این کارهای شیطان رو برشون که میکنین تشویقشان کو دیگه، به خاطر دیگه نفهمیدن
زدش هر چی گفتی دیگه هم زد میکنن. و بسیار خوب کار میکنن، کشته برین یکی دیگر، دیگه هم ضعیف ساخته برین، دیگه هم حکومتتان ضعیف کنین، وحدتتان ضعیف کنین، عقلتان در کار نندازین، یکی دیگر خوب تخریب کنین، یکی دیگر خوب به دامن استعمار غلام اجیر، باز بر اولادای بدتان خوب جنت ها و باغ های خوب خاطر رسید. چرا دیدیم که با مثبت خو نمیفهمیم گپ دیگه. باید دیگه برازی هر کسی هر کاری بد میکنه و بسیار خوب میکنه، عاقبتش بسیار از دیگر هم خوب تر است. اینم تو دعوت داده برین یکی دیگر، اینم تو پشتون و تاجیک گفته برین، اینم تو مملکت شرق و شمال توتا کرده برین، اینم تو یکی دیگر خوب مظلوم و پر بیایتیم بسازین، خوب وادار به این بسازینش که خدا به همسایه خود به دیگر را بفروشه از خاطر دشمنی خودتان ذات البینیتان. بکنین این کار ادامه بتین دیگه، طریقی مثبت خو نفهمیدیم، مجبور منفی را دیگه بعد از این تشویق کنیم و نتیجهش هم برش بگیم که بسیار کار خوب میکنی، عجب کار خوبی، جیب شخصی خودت پر میشه، ولی آل اولاد تو آینده خاک و وطن تا که تباه کردی و تباه کرده میری او را متوجه نیستی. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم به می شکل مردم مکه را متوجه میساخت که این روشی که شما میرین، این کعبه به او خاطر بنیاد نشده بود، این سرداری عرب به خاطر بت پرستی به شما داده نشده، به خاطر عزت و شرفی که به این خانه که خدای یگانه پرستش میشه برازی داده و شما این را غلط کردین. پس بین به طرف فطرتتان. ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ای پروردگار ما هر اینا من ساکن ساختم بعضی از اولاد خود را در وادی لا مزرو، خود دیدین دیگه کواس و دشت است و خشک و سوزان، عند بيتك المحرم نزد خانه محرم تو یا محترم تو. ربنا برای چی ما اینا را مقیم ساختیم؟ لیقیم الصلاه، تا برپا دارن نماز، خدمات جانی، عبادت تو را. فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، پس بگردان دل چند را از بعضی مردمان که رغبت کنند به سوی ایشان. ورزقهم من الثمرات، و روزید ایشان را از میوه ها، لعلهم یشکرون، تا شاید ایشان شکر کنند. یعنی حضرت اسماعیل را علیه السلام زیر اولاد حضرت اسحاق و دیگران ساکن شام بودند، اینجا که پروردگار ساکن بعض از اولاد خود، یعنی از اولاد بی هاجره علیه السلام که حضرت اسماعیل بود، او رو دیجا از دیگرها خود در شام بودن. پس میگه که در اینجا منظور همیست ابراهیم علیه السلام حضرت اسماعیل را به حکم خداوند در شیرخوارگی با مادرش هاجره در این صحرای خشک ترک کرده خودش رفته بود. سپس تن چند از قبیله جرهم در آنجا آمدن، زیرا خداوند جو نظر به تشنگی اسماعیل و بیقراری هاجره فرشتگان را مامور گردانید تا آنجا چشمه زمزم را روان سازند. خانه بدوشان جرهم چون آب را دیدن فرود آمدند و به اجازت هاجره با آبادی آغاز کردند. چون اسماعیل علیه السلام بزرگ شد با یک از دختران آن قبیله ازدواج نمود. به این ترتیب جایی که اکنون مکه مبارکه واقع است شهر به وجود آمد. حضرت ابراهیم علیه السلام گاه گاه از شام در آنجا می آمد و درباره شهر و شهرنشینان دعا کرده می گفت: پروردگارا، من به فرمان تو یکی از فرزندان خود را در این وادی غیر مزروع و نامسکون نزد خانه محترم و بزرگ تو آورده نهادم تا وی و نسل وی حق تو و خانه تو را ادا کنند. تو به فضل خیش دلهای بعض را به این سو متوجه گردان تا تو را عبادت کنند و بر رونق شهر بیفزایند. خداوند برای روزی و جمعیت خاطر آنها وسایل از غیب کرامت کن که علاوه بر ضروریات حیات با اطمینان قلب تو را بپرستند و سپاس گذارند. خدای متعال کافه خواهشات ابراهیم علیه السلام را اجابت فرمود. تا امروز صدها هزار کس از اطراف جهان فوج شد در آنجا میروند. میوه های خوشگوار چندان در مکه فراوان است که شاید در هیچ یک از نقاط دنیا موجود نباشد، در حالی که در خود مکه یک درخت میوه دار نیز پدیدار نیست. از بعض اسلاف منقول است که ابراهیم هم در دعای خیش افئدتا من الناس، یعنی دلهای بعضی مردم گفته بود، ورنه سر تا سر جهان بدان سو هجوم می آورد. ای بود داستانی که سوره ابراهیم چرا نامش ابراهیم گذاشته شد، تا تجدید هویت شوه برای اقوام ساکن مکه مکرمه و اعراب که برین به ملت یکتا پرستی که پدرتان ابراهیم السلام او را خانش بنیاد گذاشته بود. و این دعاها ادامه داره و میگذاریم چون وقت ما پوره است. بر هفته بعد حضرت ابراهیم علیه السلام به می شکل دعاهاش ادامه داشت و برای پروردگار را میشان در ایام پیری، در ایامی که میرفت دوباره به وصلت لقای حضرت حق میرسید، این دعا را به شکل وصیت و به شکل خیراندیشی برای نسل بعد اولاد خود کرد. و از این ما میاموزیم که
هر پدر و مادر مسلمان باید در سیال اولاد خود دعای نکنه. رب جعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی ربنا و تقبل دعا. خدایا مرا توفیق بده که تا نماز و خدمات بدنی را در راه ذات اقدس انجام بدم، همچنین اولاد مرا. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. خدایا از اولاد ما و از طبقه اناس ما، خواهر، مادر، برادر، خانم و خانم، عمه، خاله، هر کسی که باشد، از اینا بر ما موجودات بیشتی بساز که چشمای ما به دیدنشان روشن شود و اینا را امام یا پیشوای پرهیزگار پرهیزگاران بگردان، نه امام غیبت، امام له و لعب، پیشوای دروغ پراگنی، پیشوای افترا افکنی، پیشوای فسق و فساد، بلکه اولاد مرا چه از ذکور چه دارن پیشوای نیکی و یکتا پرستی و تقوا و پاکی بگردان. این دعا را هم حضرت ابراهیم سبا با ما تعلیم است. یا ربنا آتنا من لدنک رحمتا و هیئ لنا من امرنا رشدا. خدا از طرف خود بر ما رحمت عطا کن و در امور ما رشد نیک نیکی و خیر نصیب بفرما. این ماه مبارک ماه قبول دعاست. دستای خدا بالا میکنیم پروردگارا، روزه های ما را، عبادت های ما را و تمام طاعات و ترای و ختم قرآن را با همه نواقص بندگی که داریم ما، با همه بی حضوری و اینا، یا خدای ستار که ای پوش استی و عفو استی، به لطف کرم خود به دربار خود قبول و منظور بفرما. اللهم آتی نفوسنا تقواها و زکیها انت یا ربی انت خیر من زکا. خدای با برکت ما نفس های ما را پاکی نصیب بفرما و تقوا نصیب بفرما و تو پروردگار نفس ماستی و تو بر ما عطا بکن این تقوا را یا رب العالمین. و خداوند ما را جمله اتقیا و از کسانی بگردان که دی ما نامشان از لیست جهنمی ها دور میشه و در لیست پرهیزگارا و بهشتیا داخل میشه. خدای او عزیزان ما که سستی کردن در توفیقشان بده که ما به خیر روزها را به خیر روزه بگیرن. اونایی که مریض هستن مریضا را شفا عاجله بده، مسافر را به خیر به وطنشان برسان. مملکت عزیز ما را که زیاد شیاطین جنی و انسی بر ما حمله کرد و نبض ملی ما را، وحدت ملی ما را، وحدت فرهنگی ما را، دینی و خصوصیات فطری خوشندیسی و پاکندیسی و پاکدلی ما را مزمحل ساختن و از ما حیوانات وحشی پول پرست و تامه و خودپرست بدون از یه عاقبت اندیشی ساختن. خدای سرنوشت ملت ما را به برکت ماه رمضان به طرف صراط مستقیم خود هدایت کن. آتش جنگ و نفاق و شقاق به فضل و مرحمت خود در امت اسلام و بشریت خاموش بگردان و خداوند مملکت ما را به برکت ماه مبارک رمضان یک مملکت به معنی واقعی خانه مشترک ملی همه ساکنینش بگردان. علمای ما را توفیق بده که نسائه به حکمت بکنن و رفای ما را توفیق بده که دعای خیر در حق خود و همه امت اسلام و بشریت بکنن. مبارزین ما را توفیق بده که از اصل عدالت تیر نشن، نرم به طرف دیگه چیزهای شرکای خفی یا رب العالمین. و گردانندگان تلویزیون ما را توفیق بده که در این ماه حداقل از نشر برنامه‌های شیطانی که دل و دماغ ما را گنده می‌سازه جلوگیری بکنن، برنامه‌های خیر زیاد کنن که هم برای خودشان ثواب بشه و هم برای جامعه برکات رمضان زیادتر احساس شه. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعل اخر كلامنا لا اله الا الله محمد رسول الله. التماس دعای نیک شما زرا دارم تا هفته دیگه هم شما رو به خدای کریم میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. مذهب زنده دلان خواب پریشانی نیست، از همین خاک جهان دیگری ساختن است. اسرار معرفت هدف زندگی، اسرار معرفت هدف قرآنی، اسرار معرفت خوشبختی دو جهانی. کله چه انسان له بهشت څخه د مکه خاورینه کوری تر آواره او سرګردان شو، نو له ګڼ شمېر مادي، معنوي، اقتصادي، ټولنیزو، فرهنګي او داسې نورو اړتیاو سره مخامخ شو و در جستجوی گمشده های فطرت خود تحقیق و تلاش نمود تا گوهرهای گران قیمت خرد و عشق، ایمان و اخلاص، اخلاق و عدالت، شرف و قانون، همزیستی مسالمت آمیز و عروج به ملکوت اعلی را دریابد. لنیک مرغد حق و طول و چیرن و پلتن و دلاستراولن و مجموعه در اسرار معرفت در زفناک اخبرونه پو منظم و دیویدیگانو که در پیجندل شوی لور متفکر او تقرم و بلغ استاد معتصم بلا مذهبی پا عارفانه او لشور و زوگ نردک و وینا و خبرو که لپای نتر پای پوری ترتیب او زای پزای شویدی. گر
ز سر معرفت آگه شوی، لفظ بگذاری و سوی معنا روی. اگر می‌خواهیم به اصل خیش وصل شویم، اگر می‌خواهیم جواهر گم شده ی گران قیمت وجود خود را دریابیم، اگر می‌خواهیم از ناب‌ترین اسرار قرآنی و عرفانی مستفیض شویم، لطفاً به نوار دیویدی ها و سیدی های برنامه های همیشه بهار اسرار معرفت دانشمند اندیشمند استاد معتصم بالله مذهبی مراجعه نمایید و از این همه امتیازات بهره مند شوید. برای سفارش خود لطفاً با ما در امریکا با شماره تلفن 847-305-2806، در کانادا 416-305-4311 و در افغانستان با شماره تلفن 700-260-833 تماس بگیرید. برای سهولت بیشتر بینندگان عزیز، امتیاز فری شیپینگ یا ارسال رایگان با نازل‌ترین قیمت‌ها مد نظر گرفته شده است. با حمایت مالی از برنامه خودتان، اسرار معرفت صاحب اجر دارین شوید. اسرار معرفت، خوشبختی دو جهانی.